سلام میگم به بینندگان عزیز. کیوان جاوید هستم و شما شاهد برنامه کوتاه با خبر هستید. به مهمان امروز جمیله میرکی هستند. ضمن خوش آمدگویی به جمیله میرکی، من اولین خبر رو میخونم و سوال رو میپرسم. گرانی خوراکی ها در ایران افزایش 60% در سال 1399. سوال: مهم نیست دولت چه دلیلی برای افزایش مواد غذایی می آورد. مهم این است سفره مردم خالی و خالی تر می شود. برای مقابله با این فقر و گرانی و فلاکت اقتصادی چه راه حلی مقابل مردم وجود دارد؟ بفرمایید. من هم سلام گرم و صمیمانه میدم خدمت شما و عزیزان بیننده برنامه. ببینید، این سوالش که شما طرح کردیم برای اولین بار نیست کنم به گوش ما میخوره. اینو مدت ها بارها و بارها ما شنیدیم، همیشه شاهد این بودیم که نرخ ها بالا رفته و این بار دیگه واقعا انگار رکورد و شکسته، به نوعی خیلی زیاده از حد بالا رفته و از این نشون میده که دیگه مردم، هرچند قبلا هم قدرت خریدشون زیاد جالب نبود، منتها الان دیگه از این طریق قدرت خریدشون خیلی بسیار از همیشه که بوده پایین اومده و وقتی اینجوری میشه خب دچار سوء تغذیه میشن، به سلامتی مردم آسیب رسونده میشه و به نظر من تنها راه حل اینه که به طور دائم که ما شاهدش بودیم مردم این کار رو کردن، یعنی قبل از اینکه من بگم مردم خودشون راه حل رو میدونن که مقصر اصلی کیه و راه حل اینه که این مقصر اصلی که خود حکومت چپاولگر جمهوری اسلامی هست باید به زیر کشیده بشه و به قول شما که گفتین، بله دلایل زیادی میارن و برای ما هم اصلا مهم نیست چه دلیلی برای این بالا رفتن نرخ ها میارن، منتها از طرف دیگه هم خیلی بیشرمانه میاد. اگه حتما خودتون دیدین صدا و سیما میاد کارشناسش اونجا تبلیغ میکنه یا رو به مردم میگه که قناعت کنید، قانع باشید، خب نیست نخورید، کمتر بخورید و ما مردم رو دیدیم که چه جوابی نشون دادن در مقابل این کارشناسی که رو به مردم هم چیزی گفت. مردم گفتن که ما که تا الان هم زیادم نداشتیم ولی الان که بدتر شده. این کارشناس به اصطلاح با سوادشون که روانشناسم هست میاد همچی چیزی میگه، به جای اینکه حکومت بیاد تبلیغ کنه و نشون بده که چه چیزهایی لازمه مردم بله. باید بخورن به بچه هاشون بدن که سلامت بمونن. بله. و موضوع دوم، نماینده مجلس ترک تحصیل حدود 40% دانش آموز در برخی شهرها. سوال اینه که مقصر کیه؟ کرونا، تحریم‌های خارجی، اختلاس، بالاخره چرا در کشور چنین ثروتمند شاهد این رقم بالای ترک تحصیل هستیم؟ دست شما بود به نفع مردم چه کار میکردید؟ بفرمایید. من از اینجا شروع میکنم. واقعا اگه دست منی و یا دست ماها بود، اون بهشتی رو که مثلا دروغکی به مردم وعدش رو دادن همینجا روی زمین برای به خصوص بچه ها پیاده میکردیم. بله معلومه که ترک تحصیل میکنن. وقتی که ما این اواخر شنیدیم که دانش آموزان خودکشی کردن، کجای این دنیا ما تا حالا، من که تا حالا ندیدم و فکر نمیکنم من بی خبر بوده باشم که دانش آموزی خودکشی کنه به خاطر دسترسی نداشتن به دستگاه هوشمند یا موبایل یا لپتاپی که بتونه از این طریق در این دوران کرونا به درس و مشقش برسه. مردم به اینها دسترسی ندارن. تو اخبار ما میخونیم که خیلی نقاط هستن که اینترنتشون ضعیفه و یا اینکه اصلا دسترسی به اینترنت ندارن. معلومه وقتی که امکانات نیست، دانش آموز مجبور میشه که ترک تحصیل کنه. تو این دنیایی که ما امروز شاهدش هستیم، حالا من نمیگم 100% ممکنه یه کوچولو جایی هم وجود داشته باشه که من بی خبر هستم، منتها اصلا و ابدا نشنیدیم و ندیدیم که یک دانش آموزی که مدرسه ابتدایی میره
ترک تحصیل کنه. اصلا اینجاها تا 16 سالگی تحصیل اجباریه، اگر چنانچه به هر دلیلی دانش آموز یه چند روز غیر موجه غیبت داشته باشه، بلافاصله دولت میره سراغ خانوادهش ببینه علتش چیه. اگر خانواده حتی کمکاری کرده باشن، خانواده ها باید جریمه بپردازن. ولی ما تو اون مملکت اسلامی با اون همه ثروتی که اونجا نهفته است، منتها به جیب یک عده مشخص میره، باید به خاطر کمبود امکانات بچه ها از درس و درس و رسیدگی به مشقشون جا بمونن و ناچار بشن که ترک تحصیل کنن. خیلی 10-15 ثانیه میگن اینا میتونه تحریم خارجی باشه یا کشور فقیره، شما چه میگین؟ به نظر من هیچ کدوم از اینا نیست. به نظر من اگه دزدی و چپاول نشه، اگه هم ثروتی که تو اون مملکت وجود داره درست تقسیم بشه، به نظر من هیچ دانش آموزی محروم و یا اینکه از کمبودی به خاطر ادامه تحصیل و یا مدرسه نرفتن دوچارش نخواهد شد. یک نکته خیلی کوتاه، شما اگر توجه کرده باشین تو یه سری از نقاط تو ایران بچه ها مسیرهای بسیار مخاطره آمیزی رو رد میشن، عبور میکنن که برن سر کلاس درس. درس کلاس که چه ارز کنم، تو فضای آزاد زیر یه سایه درخت، چرا باید وجود داشته باشه اگه دزدی نشه تو اون مملکت؟ بله. و موضوع سوم که بی رفت به همین وحوش اسلامی نیست، قتل کارکنان کارزار واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان اجرای این برنامه ملی را مختل کرد. سوال اینه که قاتلین این کودکان چه کسانی هستند؟ البته طالبان در رأس این قتل عام ها هست، ولی چرا آمریکا چنین خوناشامه هایی رو میخواد دوباره در قدرت شریک کنه؟ کوتاه لطفاً، چون وقتمون کمه. بفرمایید. چشم. خب معلومه دیگه، آمریکا طالبان رو میخواد. آمریکا نمیاد یه حکومتی رو انتخاب کنه که ممکنه به خواسته های اون جواب نده و یا اینکه ضعفی نشون بده. آمریکا جایی رو انتخاب میکنه، کسانی رو میاره سر دور که گوش به فرمان خودش باشن. و اونجا میگم، من این خبر رو که شنیدم، واکسیناسیون فلج اطفال که اصلا تو دنیا دیگه همچی چیزی وجود نداره، میشه گفت ریشه‌کن شده، منتها اونجا میان زنانی که اومدن این رو راه اندازی کردن بلافاصله کشته شدن، به خاطر اینکه از انقلاب 57 اگه شما نگاه کنید به بعد تا به امروز در منطقه ناآرامی و انقلاباتی که شده، ناآرامی هایی که به وجود اومده و کسانی که حاکم بودن، کسانی که سر کار اومدن اسلامی ها بودن که اصلا جان انسان ها براشون مهم نبوده. اونها خودشون باید پیگیری میکردن که مثلا همین مسئله واکسیناسیون فلج اطفال رو به عهده بگیرن. زنان اومدن این رو به عهده گرفتن که بلافاصله زدن کشتنشون. اولا در درجه اول نمیخواد، جان انسان ها براشون مهم نیست و نمیخواد انسان ها رفاه داشته باشن، امنیت و آرامش داشته باشن، سالم بمونن. و از طرف دیگر هم اگر این کارو نمی کردن و نمی ترسوندن، قرار بود هزاران زن در این زمینه به میدان بیان و کار کنن. و یادمون نره به محض اینکه صدای زنان میاد، به محض اینکه زنان میان صف جلو، به نظر من وحشت عجیبی این سراپای اینا رو میگیره و از این طریق میخواد صفشون کنه، خونه نشین کنه که بتونه دوباره مثلا طالبان جدیدی رو مثل داعش و جمهوری اسلامی که سردسته همشونه اونجا حاکم کنه. بله. و خیلی وقت محدودی داریم، یک دقیقه، و من فقط میخوام یه تجربه رو شما برای ما بگید که در آلمان زندگی میکنید. کرونا در آلمان، کمک های دولت به مردم، سوال اینه که تجربه شما در این رابطه چیه؟ چرا نمیشه در ایران به همین شیوه به مردم کمک کرد؟ یک دقیقه اگر لطف کنید جواب بدید ممنون میشم. چشم. من خودم یکی از اونا هستم که با وجود تمام این امکاناتی که در اختیار مردم گذاشته شده، غر میزنم و میگم میشد از این بهتر باشه. معلومه تو این مملکت دزدی و چپاول نمیشه، به محض اینکه کوچکترین خطایی از کسانی که در حکومت هستن یا کار به دستان رسوا میشن، اصلا وادار میشن که از کار بکشن کنار. خب این امکانات رو برای مردم، برای اینکه مردم، سلامت مردم، سرنوشت مردم براشون مهمه. وقتی به مردم میگه تو خونه هاتون بمونید، از خونه نیان بیرون، الکی نمیگه،
بلافاصله تأمینشون هم میکنه به مغازه‌داری که میگید حق نداری مغازه‌تو باز کنی، اجارهشو میده، اجاره مغازه‌شو میده. حتی اگرم اینو نکرده باشه به بانک‌ها و جاهایی که اینا ازشون کریدیت هایی گرفتن این رو مجبورشون کرده که فعلا از گرفتن قسط‌هاشون خودداری کنن که به مردم فشار نیاد. به بیمارستان‌ها و تخت‌هایی که به بیماران دیگه داده میشد، اگه به بیماران کرونایی تعلق داده میشه تو این دوران هزینه ویژه‌ای براش بهشون داده میشه، اختصاص داده شده برای این کار. یعنی از هر نظر به مردم کمک کرده، برای اینکه مردم براش مهم بودن. هیچ کسی اینجا تو این دوران کرونا بی خانمان نشد به خاطر اینکه نتونسته باشه اجارهشو بده. هیچ کسی گرسنه نموند، هیچ کسی دچار سوء تغذیه نشد. امکانات بهداشتی حتی از طرف نامه می اومد تو صندوق پستی که برین از داروخونه های نزدیک خونتون یا داروخونه هایی که همیشه ازش دارو گرفتین ماسک مجانی بگیرین. این اصلا با ایران قابل مقایسه نیست، چون در ایران هرچند ثروت های فراوانی وجود داره، منتها این کجا و آن کجا، اونجایی که روزانه دزدی و چپاول میشه. بله، خیلی ممنون از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. ولی بینندگان عزیز، با جمیله میرکی بودیم و ایشون به پرسش های ما در زمینه های مختلف در این برنامه جواب دادن. براتون بهترین ها رو من آرزو دارم.